ما اومدیم یه پویشی رو انداختیم اسم پویش مهر مهدوی، گفتیم شروع کن به مردم خیر برسونید، بگید فدا سرت، به خاطر امام زمان بود، نام امام زمان بیار بسه، بزن محبت امام زمان حداقل بیاد تو دلا. با ماشین داری میری یه نفر سوار کن 500 متر اونورتر پیادهش کن، خواست کرایه بده بگو نمیخواد، بگو صلوات بفرست برای سلامتی امام زمان. این فردا بگی آقا اینا چه آدمای خوبین. همین شروع شد، من عکسا رو مردم دارن میفرستن، خدا شاهده نگاه میکنن گریم گرفته بود، چه کارا دارن مردم میکنن. همین الان مهر مهدوی دارن میفرستن برای زلزله زده، طرف ورداشتی جلو کفتره تو زمستون برنج ریخته نوشته مهر مهدوی. میگه این کارا دستم برمیاد. ماجرای عجیب غریبی، دختر خانم یه سگی و ماشین زده بوده داشته میمرده، شروع کرده به این سگ رسیدگی. بله آدمش یه اینه، ما اهل بیتون اینطور بودن، با مراعات همون مسائل شهریش بهش کمک کرده کنار جاده. بعد یه نفر داشته با ماشین رد میشه میرفته مشهد، این تو راه مشهد این اتفاق میفته، وای میسته ماشینیه. حالا این خانواده چه خانواده، این خانواده که به شدت خودشون فقیرن و مشکلات دارن، پدر از دنیا رفته و اینطور، مردم وضعش خوب بوده، وای میسته این دختره که نگاه میگه چرا داری این کارو انجام میدی، میگه خب این گناه داره اینجوری اینجوری. بعد متوجه میشه با این پویش آشنا میشه، بگه نتیجه چی میشه، میگه من باید خانواده تو رو ببینم. اصرار دیگه اینم چون بین راه بودی میار معرفیشون میکنه، هیچ الان دیگه سپیچ وایسادن دختره رو بگیره. میگه این آدمه، ما در به در دنبال آدم میگشتیم. این آقا جواب میده، این خانواده بدهکار کسی نمیمونه، به بهترین وجهش پاسخ خواهند داد، بدهکار کسی نمیمونه. میگه رفتی نام منو انداختی سر زبونا، یاد منو انداختی سر زبونا، تو عصری که 1100 خورده ای سال گذشته کسی به فکر ما نیست. باشه ما هم جواب میدیم، جای دست تو میگیره که فکرشو نمیتونی بکنی. من مثالشو برای خودم زدم، برای متن نوشتم، ما انقدر این طرف اون طرف میریم وقت نمیکنیم یه دندون پزشک بریم، یوزیم که بعد درده بعد جوری گرفت دیگه. تماس این ور آقا کسی آشنا ماشتا کسی هست ما سری بریم، گفتن آقا بیا برو فلان چه، وقت گرفتیم و رفتیم اونجا. گفت آقا خیلی اوضاع خرابه. گفتم منم وقت ندارم. گفت بیا برم پر کنم برو فردا. گفتم ببین الان تا غروب وقت داری، هر کاری خواستی بکنی همینه، من برم دیگه نمیتونم بیام. گفت بابا یه دونه دندونت نیست، اولش 10 تا دندونه. گفتم خود داری. شروع کرد بنده خدا، خیلی هم آدم باحالی هم بود، میخوند چیای خون که اصلا من میپرسم گفتم این دیگه مال کیه اینجوری زده. بعد میگفت آها یه خواننده، میگفت اصلا نشنیده بودیم مدای خون ابی خون کرواتش هم زده بود. و بعد میرفت سیگارش هم میکشید، باز دوباره برمیگشت و بعد یه جا گفت مثلا چون خیلی روی این یونیتش دراز کشیدم سخت خسته شدم، گفت باشه مثلا رای برو. رفتم جو دیدم یه طرف اتاقش یه طرف مطبش فقط این مدارک جهانی و بین المللی این آدم بود. خب بعد که تماش اومدیم حساب کنیم، گفتش که هیچی. گفتم یعنی چی؟ گفت من مهر مهدوی تو رو دیدم، چون هم تو برای زمان داری حرف میزنی نه مهر مهدوی ما. ببین یعنی من یه پویش را انداختم نذاشت دو روز بگذره، بکنه افش 10 میلیون باید پول میدادیم ما. دم خدا پدرت رو بیامرزه، همین دفعه مهر مهدوی بود یا دفعه بعد هم مهر مهدویه، فک فامیلامون هم بیاری مهر مهدویه. دیگه رفیق شدیم، ارسچنگای زنگ میزنه میگه که سرویس مرویس نمیخواد، میگم نه دست شما درد نکنه فعلا. این شکلیه برادر من، مگه میشه؟ من عمدنی مثالو دارم برای شما میزنم، چیزی که قطعا جوابتو میدن. او این خانواده بدهکار کسی نمیمونه. شروع کنیم اسم امام زمانمون رو بیاریم، با کوچکترین چیزا بابا داری میری نون میخری برای همسرتم دوتا میخری، پیرمردی منو خدا پاش درد میکنم تو نون بخری برای اونم بخری، پولش هم بگیر اصلا. اما همین که رفتی تو صف وایسید از خداشه، واقعا من هیچ چیم بیام. شروع کنیم. اما چرا میگم اصلا مخفیانه انجام بده، اما خوبه که اینو بتونی رسانه‌ای کنی، نه که آبرو طرفو ببری واسه اینجا ببینم این بدبخت بیچاره رو می‌بینی من کمکش کردم مهر مهدوی، نه جوری که آبروی طرف حفظ بشه. چرا میگم این کارو کنیم؟ میگم تو این شبکه‌های اجتماعی که فقط دروغ و پدر سوختگی و اخبار بد هست، بیایم ما پمپاژ خبر خوب بکنیم، بیایم بگیم بابا خیر و برکت هست، آدمای خوب هستن تو جامعه، این خیلی ارزشمنده، پخش کنیم مردم ببینن. اصلا من برای خودم باور نکردنی بود، همین طور داره از مارمزون طرف رفته رفتگرای تو خیابون بهشون قضا داده، اون یکی رفته نمیش، هر کاری از دستشون برمیومده. بخوای خوبی برسونی خیلی کارا میشه کرد به نام آقامون. شروع کنیم.